آدم های سمی. فصل سوم. رادیو کیان مهر با مهر فراوان تقدیم می کند. چه چیزی باعث می شود که افراد سمی این گونه رفتار کنند؟ حسادت ریشه تمام سمیت ها است. چرا با وجود اینکه زیبا و موفق هستید، آنها از شما متنفر هستند؟ چرا آنها فقط زمانی شما را دوست دارند که موفق هستید یا زیبا به نظر می رسید؟ چرا وقتی که شکست می‌خورید آنها شما را دوست ندارند؟ چرا آنها وقتی شما را می‌شناسند از شما متنفر می‌شوند؟ شما نمی‌توانید همه را خوشحال و راضی کنید. پس در پی خوشنودی و رضایت خودتان باشید. حسادت ریشه تمام سمیت ها است. حسادت یک واکنش اولیه و غریزی است. به نظر شما چرا سگ‌ها نسبت به کودکی که شما قربون صدقه او رفته و او را تحسین می‌کنید، پارس کرده و سر او فریاد می‌کشند؟ چرا برخی از حیوانات وحشی مشتاق هستند تا حیواناتی که سهم غذای بیشتری دارند را بکشند؟ چرا کودکان 3 ساله آموزش دیده‌ای که می‌توانند صحبت کنند و دیگر نیازی به پوشک ندارند، به محض ورود کودکان جدید همه چیز را فراموش کرده و شروع به حرف زدن کودکانه کرده یا حتی شروع به خیس کردن خود و شروالشان می کنند؟ دلیل تمام رفتارهای فوق حسادت است. افرادی که این رفتارها را انجام می دهند به علت نارضایتی، احساس عدم کفایت ناشی از دارایی، عشق و موفقیت دیگران در زندگی است که تمایل داشتند خودشان نیز آنها را داشته باشند. افراد سمی با رفتار خود باعث رنجش و آزار شما می شوند، زیرا آنها احتمالاً به شما حسادت می ورزند. بنابراین به این نکته مهم دقت کنید که حسادت می تواند باعث شود تا شما هم مانند افراد سمی رفتار کنید. زمانی که 9 ساله بودم، شاهد یک نمونه مشابه و آشکار از حسادت بودم. آن زمان در حال تماشای یک نمایش تلویزیونی کودک بودم که در حال نشان دادن کودکان زیبا بود. 2 نفر شرکت کننده کوچک حاضر در مسابقه در مقابل دوربین ایستاده بودند، دستان یکدیگر را گرفته و در حالی که صدای موسیقی شنیده می شد با استراب منتظر اعلام نام ملکه زیبایی توسط مجری برنامه بودند. سرانجام لحظه بزرگ فرا رسید و نام برنده اعلام شد. در این هنگام بازنده دستهای خود را مشت کرده و جلوی چشم تمام حاضرین ضربه ای را دقیقاً به صورت برنده وارد کرد. برنده به دلیل کتکی که خورده بود با ناراحتی فراوان شروع به گریه و زاری کرد. از طرف دیگر بازنده نیز به دلیل شکستی که خورده بود شروع به گریه و زاری کرد. من نیز در خانه ناراحت و عصبی بودم، زیرا فکر می کردم که این مضحک‌ترین صحنه‌ای بود که در زندگیم دیده بودم، خصوصاً هنگامی که مجری نتوانست دختر بچه ها را از هم جدا کند و مادران آنها در حال فریاد زدن بر روی یکدیگر و مجری بودند. مجری
در حال تلاش برای حفظ آرامش و به دست آوردن خون سردی خود و تا حدودی کنترل نمایش بود. واکنش بازنده کوچک یک پاسخ اولیه و غریزی نسبت به چیزی بود که در طلبش بود، اما فرد دیگری توانسته بود آن را به دست آورد. در اصل او احساس حسادت می کرد و بابت باخت خود عصبانی بود و به همین دلیل نسبت به برنده پرخاشگری و حتاکی کرد. اکنون که در بزرگسالی به این رویداد فکر می کنم، پی می برم که اصلا هم جالب و خنده‌دار نبوده است. در عوض من آن را به عنوان یک رویداد خشن و نابهنجار می بینم که نشان دهنده یکی از عوامل منفی وجود انسان ها به نام حسادت است. این عامل افراد بسیار زیادی را در سنین مختلف درگیر خود کرده و آنها را رنجور و آزرده می کند. یکی از مراجع کننده های من مردی باهوش، ورزشکار و خوش‌تیپ بود. او با یک زن جوان جذاب و دوست داشتنی نامزد شده و ملاقاتی را با او ترتیب داده بود. بعد از اینکه آنها مجذوب و شیفته یکدیگر شده بودند، تصمیم گرفتند برای دومین قرارشان به سالن راکی رفته و راکی بازی کنند. زن که قبلا یک قهرمان عنواندار در سطح ملی بود، هی در پی برنده می شد و آن مرد عصبانی و عصبانی تر می شد. سرانجام هنگامی که زن پشت به این مرد ایستاده بود، عمدن توپ را به سر او زد. اگرچه او این کار را تصادفی جلوه داد و به شدت عذرخواهی کرد، اما از ته دل بابت آسیب دیدن زن و توقف بازی بسیار خوشحال بود. هنگامی که او این ماجرا را برایم شرح می داد، با پوزخند تلاش می کرد نشان دهد که چقدر باهوش بوده است که توانسته است به خوبی تظاهر کرده و از ضایع شدن و رسوا شدن خود توسط یک زن جلوگیری کند. من نسبت به این داستان احساس تهوع داشتم. پی بردم که شخصیت ضعیف و ناتوان او باعث حسادتش به این زن که ورزشکار بهتری نسبت به او بود شده است. او نمی توانست این واقعیت را قبول کند که آن زن از او برتر است. بنابراین تصمیم گرفت دقیقاً کاری را انجام داد که یک بازنده 4 ساله با شکست خوردن در بازی انجام داد. او به این زن ضربه و آسیب وارد کرد. ضربه و کتک زدن دیگران به دلیل حسادت اغلب فقط یک رفتار فیزیکی نیست، بلکه گاهی نیز می تواند در نتیجه رفتارهای فکری باشد که شامل واژه‌های ظالمانه و بیرحمانه و رفتارهای ناپسند و بیشرمانه است. با پیش رفتن در زندگی پی می‌بریم که زندگی آمیخته‌ای از داشته‌ها، نداشته‌ها، برندگان و بازندگان فراوانی است که گاهی اوقات برنده می‌شویم و گاهی چیزهای متفاوتی را در زندگیمان از دست می‌دهیم. هیچ احساسی بهتر از برنده بودن و هیچ احساسی بدتر از بازنده بودن نیست. وقتی که شکست می‌خوریم، احساس افسردگی، قربانی بودن و بی‌ارزشی می‌کنیم. اغلب عقده خودمان را از طریق پرخوری و نوشیدن مشروبات الکلی فراوان خالی می‌کنیم و یا از طریق مواد مخدر یا مسیرهای انحرافی دیگر از آن فرار می‌کنیم. که اینها می‌توانند باعث ایجاد دردسرهای فراوانی برای ما شوند. بارها ما عصبانیت و ناکامی خودمان از باختن را بر سر دیگران خالی می‌کنیم که معمولاً نزدیک‌ترین افراد به ما یا افرادی هستند که آنها را بسیار دوست داریم. واکنش‌های منفی این افراد در قبال رفتارمان با آنها
باعث می شود که ما احساس بدتری در مورد خودمان داشته و روند اعتقاد ما به این موضوع که ما بازنده هستیم را برای مدت زمان بیشتری تداوم بخشیده و باعث شوند نتوانیم آن را فراموش کنیم. نگاه کردن به موقعیت‌های دیگران احساس ناکامی و درماندگی ما را تقویت می کند. هنگامی که به دیگران نگاه می کنیم و پی می بریم که برای مثال همسایه ما برنده شده است، حتی احساس بدتری هم نسبت به خودمان پیدا می کنیم. هرچه باشد، همسایه ما یک خانه بزرگ دارد، یک فرزند دارد که در دانشگاه هاروارد تحصیل می کند، زنی دارد که عاشق اوست، یک اتومبیل کورسی دارد، تناسب اندام فوق‌العاده‌ای دارد، ظاهر و لباسهایش بسیار خوب و مرتب هستند، ثروتمند است و به همراه خانواده خود دو مرتبه در سال برای تعطیلات به نقاط مختلف جهان سفر می کند. او مهمانی های زیادی در خانه هش برگزار می کند و افراد بسیاری که او را واقعا دوست دارند در مهمانی هایش شرکت می کند. او و همسرش همیشه کلی چیزهای سرگرم کننده و جالب برای خودشان دارند. او همیشه میخندد و هر کسی شما با او صحبت میکنید این مرد را دوست دارد. در نتیجه چرا شما از او متنفر و بیزار هستید؟ دلیل این حس تنفر این است که او همه چیز دارد، یا حداقل شما فکر میکنید که او همه چیز دارد. شما به جای اینکه برای او خوشحال باشید و او را انگیزه‌ای برای بهتر کردن و پیشرفت خودتان در نظر بگیرید، همانند دیگران در پی تخریب و ویرانی این فرد هستید. شما ممکن است با عبارات طعن‌آمیز و پاسخ‌های ناامیدکننده در پی ویرانی و آزار همسایه‌تان باشید، و یا در حالی که می‌خندید اما از درون ویران هستید، ادعا کنید که میخواهید موفقیتش را به او تبریک بگویید، اما فراموش نکنید که چهره و حالت بدنتان انگیزه و مقصود واقعی شما را هویدا و آشکار خواهند کرد. برنده لال، ناشنوا یا نابینا نیست. او قطعا آگاه است که جریان از چه قرار است و این مسئله او را آزار میدهد و باعث می شود که به شدت احساس ناراحتی و اذیت کند. مخصوصاً باعث آزار و اذیت فردی می شود که از قرار معلوم او را دوست دارید، یا فردی که او را دوست خود تلقی می کنید. یکی از مراجعه کننده هایم زنی به نام جنیفر بود. او به صمیمی ترین دوست خود مارلین رازی را گفته بود که تا قبل از آن به هیچ کس دیگری نگفته بود. او به دوستش گفت که باردار است. قبل از این ماجرا آنها درباره تمایل و علاقهشان برای بچه دار شدن بسیار صحبت کرده بودند و اکنون جنیفر موفق شده بود که باردار شود. او بی صبرانه منتظر بود تا این موضوع را به مارلین بگوید، زیرا مطمئن بود که او بسیار مسرور و خوشحال خواهد شد. اما جنیفر واکنش عجیبی از سوی مارلین مشاهده کرد. مارلین به جای ابراز خوشحالی به سختی و با لحنی خشن و تمسخرآمیزی گفت: چه جالب، واقعا فوق‌العاده است، برایتان بسیار خوشحالم و هیجان زده هستم. واژه های او به وضوح احساسات او را نفی می کردند. برای کشف و فهمیدن این مطالب که مارلین نسبت به شادی و خوشحالی جنیفر و فرزندی که قرار بود داشته باشد بی تفاوت بود، نیاز به هوش بالایی نبود. مارلین آشکارا به دوست خود حسادت می ورزید و جنیفر قطعاً آن را احساس کرده بود، اما او به جای انجام دادن کاری که اکثر افراد انجام می دهند
و اجازه می دهند که خشم و عصبانیت آنها به رابطه دوستیشان آسیب وارد کند، مارلین را محکم در آغوش گرفت. احساس رشک و حسادت معمولاً هنگامی آشکار می شود که ما احساس می کنیم ضعیف و بیکفایت هستیم و یا هنگامی که احساس می کنیم که چیزی که می خواهیم داشته باشیم را دیگران بیشتر از ما دارند. حسادت یک عامل کلیدی و مهم در اتمام بیشتر روابط است. در یک بررسی غیر رسمی که از 105 نفر انجام دادم، از آنها پرسیدم که چه چیزی باعث اتمام رابطه شما با دوست صمیمیتان شده است. بیش از 75% آنها دلیل اتمام روابطشان را به حسادت دوستان خود نسبت دادند. این امر به ویژگی در روابط سمی و خودمانی زمانی که یکی از طرفین ترس این را داشته باشد که طرف دیگر او را رها خواهد کرد مشهود می باشد. حسود فردی است که احساس مالکیت و سلطه‌گری می کند و اغلب پرخاشگری و خشونت گفتاری و فیزیکی دارد. در مصاحبه‌ای که با چندین روانشناس و مشاور خانواده و ازدواج داشتم، از آنها پرسیدم چرا زوجین معمولاً یکدیگر را سرزنش کرده و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. اکثریت قریب به اتفاق آنها معتقد بودند که دلیل آن معمولاً احساس عدم کفایت یکی از زوجین است که نسبت به همسر خود احساس حسادت و ناامنی می کند، به طوری که برای به دست آوردن کنترل بیشتر بر روابطشان به خشونت و ضرب و شتم متوسل می شود. گاهی اوقات این خشونت به صورت گفتاری است و گاهی به صورت انتقاد است. شاید همین امر است که باعث می شود بسیاری از تاجران توانمند و معروفی که شرکت‌های عظیمی را اراده می‌کنند و هزاران کارمند را رهبری و مدیریت می‌کنند، در خانه با همسرانشان بحث و مجادله داشته باشند. این زنان به منظور دستیابی به قدرت و سلطه در قلمرو داخلی خانه و خنسا کردن قدرت این مردها مدام نق می‌زنند و از آنها انتقاد می‌کنند. انتقاد زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد که با کلمات و لحن محبت آمیزی همراه شود. علاوه بر آن، اینکه چه کسی و به چه دلیلی از شما انتقاد میکند نیز مهم است. آیا این انتقاد به این دلیل است که شما میتوانید خودتان را بهبود ببخشید؟ آیا این عمل صادقانه و از صمیم قلب انجام می شود؟ در این صورت شما هیچ احساس منفی نسبت به فردی که از شما انتقاد می کند نخواهید داشت. در اصل شما حتی ممکن است احترام بیشتری نیز برای این فرد بابت گفتن حقیقت قائل شوید. غالباً یک منتقد خوب و سازنده انتقادات را با لحن مثبتی ارائه می دهد و از کلمات مؤدبانه انگیزشی و محبت آمیزی استفاده می کند. از طرف دیگر افرادی وجود دارند که از صمیم قلب شما را دوست ندارند و از شما انتقاد می کنند. آنها نسبت به شما پرخاشگری کرده و سریع از کوره در می روند، زیرا یا واقعا شما را دوست ندارند یا اینکه نسبت به شما حسادت می‌ورزند و از گفتن اشتباهات شما لذت می‌برند. هر فردی که با انگوش نسبت به شما انتقاد می‌کند باید همیشه به خودش هم توجه کند. در حقیقت با وجود اینکه با یک انگوش به سمت شما اشاره می‌کند، اما سه انگشت دیگرش به طور معکوس به سمت خودش اشاره دارند. بنابراین فردی که منتقد شما می باشد باید دلایلش را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
یک منتقد واقعا صادق معمولا علاوه بر انتقاد انگیزه نیز برای حسادت پیدا می کند، زیرا به احتمال فراوان شما چیزی را دارید که او ندارد و یا می خواهد آن را داشته باشد.